صحبتی از شما داشته باشه یا اظهار نظری از شما داشته باشه تا چاپ کنید. این یعنی که شما خیلی وقت هست که اظهار نظرهای مستقیم نمی کنید. الان ما با پرونده به سر شما مواجه هستیم، دادگاهی که خیلی تر فراخه دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و السلام علی رسول الله و آله. خانم سوالی کردن که من مایل نیستم وارد بحث دادگاه و پرونده بشم تو این شرایط که نبادا فکر بشه که ما میخوایم دخالت کنیم، که البته این تهمت ها رو میزنن ولی خدا میدونه که این کار رو نمیخوام بکنم، چیزی هم نمیخوام بگم، فقط به خاطر این که خواست ایشون رو بی جواب نگذارم یه قطعی میگم. قبل از دادگاه اتفاق افتاد، جالب هم هست، همون رو هم من تا به حال به رسانه ها نگفتم ولی ربطی به دادگاه و محاکمه و اینا نداره. مهدی وقتی که آمد 3 ماه در زندان بود در انفرادی و 2 تا بازجوی بسیار پر حرارت وزارت اطلاعات از او بازجویی میکردن. آخرش بنا شد که کیفرخواست بنویسن. من نمیدونم چه شد که یه بار زنگ زدن به رئیس محافظان من، گفته بودن که مهدی میخواد باباش رو ببینه. من گفتم خب اگر مهدی میخواد بگید منو بیارن اینجا، اون که اشکالی نداره بیاد خونه ما، هم دیگر میبینیم قبلا هم اومده. فرداش دوباره شب نرفتم، میخواستم روشه. فرداش دوباره تلفن کردن، گفتم نه اینجا باید شما بیایید، مهدی هم لازم داره شما بیایید، مسئله ما هم نیست. فرداش هم رفتم. وقتی که رفتم وارد دفتر بازپرسش شدم که بازپرس خوبی هم نبود، حالا اسمشون نمیبرم، ایشون گفت ببینید یه مسئله مهمی است، مهدی میخواد با شما مشورت بکنه. ما با او پیشنهاد کردیم که او چند کلمه از رهبری تقاضای عفو بکنه. مهدی میگه من جرمی نکردم، چرا تقاضا بکنم؟ تقاضا نداره، رهبری هم میدونن که من جرمی ندارم، خودشون میدونن، احتیاجی به عفو هم نداره. اگر من گناهکارم بگذارید محاکمه بشم و جزامو در دنیا ببینم، مردم هم بشناسن من، اگر نیستم هم بگذارید محاکمه بشن، منتها یه جوری کنید که مردم از دادگاه مطلع باشن. این خواست گفت. به من گفتم شما پس با او بگید نمیاد، با او بگید بیاد اینجا. من گفتم بگید بیاد، آمده بودم اونجا، گفته بود که من داخل این ساختمون نمیشم چون اینجا پر از شنوده، پدرم بیاد بیرون تو حیات با هم صحبت کنیم. من رفتم بیرون، توی بارونم میمد توی پارکینگی با هم راه میرفتیم زیر چتر. و بله از من چه این چیزی خواستن. و اون بازپرسم به من گفت ببینید مهدی در سر دوراهیه، یا یک تقاضا و فردا هم آزاد و همه چیز تمامه عف، یا اینکه باید محاکمه بشه و بسیار طولانی خواهد بود، 30,000 صفحه این پرونده پر از مطربه و خیلی طولانی خواهد بود، زحمت هست برای ما شما همه. من گفتم خیلی خوبم بهشون میگم. مهدی آمد با من صحبت کرد، گفت که من جوابم با اونا جواب واقعیم همون بوده، ولی اگر شما و آقا یعنی رهبری نظر مشورتی بدید که این کار رو بکنم، علاوه رغم این، برای این ما شما رو خواستیم، علاوه رغم همه مخالفتم میپذیرم، ولی میدونم خدا من چنین چیزی رو از من نمیخواد، اگر شما بخواهید من حرفی ندارم. من گفتم خیلی خوب، پس ما باید با آقا صحبت کنیم، بعدا جواب شما رو میدیم. برگشتم اونجا، اون باز قرص بود، بازجوی، یکی از بازجوهای مهدی نشسته بودن اونجا،
من ماجرا رو به او گفتم و بعد رفتم خدمت آقا، شب تلفن کردم، فرداش رفتم گفتم مهدی نمیگه، شما نظرتون چیه؟ گفتن نظر خودت چیه؟ من گفتم نظرم این، گفتن این نظر خودت هم این باشه من موافقم بکن. من گفتم نه، منم نظرم اینه، شما اگر الان این پرونده ای که الان 15 سال دارن روش حرف میزنن، همه دنیا رو پر کردن، شما عفو کنید به شما صدمه میخوره، میگن رفیق بازی کردید شما، به من هم صدمه میخوره، میگن اعمال نفوذ کردم تو این پرونده، چقدر مردم دارن محکوم میشن، من یکی چرا این کار رو بکنم؟ و من ترجیح میدم کمکی که شما میخواید بکنید دستور بدید دادگاهی باشه که واقعا مستقل باشه، قاضی فرمان نبره کار خود، هرچی فهمید فهم قاضی رو ما قبول داریم، قاضی باسواد مستقادر باشه، همین برای من کافیه. اگرم علنی کنید دادگاه رو که مردم هم بدونن، اگر مهدی آدم بدیه بهتر بشناسنش، اگرم بد نیست بشناسن که تهمت ها دروغ همش بوده. ایشون همینه پسندید، گفت من هم نظرم همینه و قرار شد در محاکمه دیگه. حالا بقیه شو من نمیگم، نمیخوام الان راجع به دادگاه حرف بزنم، چون باز هم اونا تحمل ندارن حرفی از ما بشنون، نمیخوام هم دعوا بشه تو این کشور، واقعا الان سم دعوا برای ما و نمیخوام این کارا بشه، هرچی پیش بیاد همونو تحمل میکنیم. البته در زمان خودش خود مهدی به وکلاش خواهم گفت خیلی چیزا رو، ولی من تو این کار دخالت نخواهم کرد. خواهش میکنم در این باره الان دیگه از من نپرسید، چون این مقدار وقت کمی داریم، حرفای زیادی هم داریم، من دیگه بدون مقدمه باید حرفامو بزنم.